با درود بیکران به شما بینندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی سلامتی و شادی برای همه شما، امروز چهارشنبه 8 جون 2011 برابر است با 18 خرداد 1390. شهرروز رفیعی هستم و به اتفاق خانم امانی نازنین از شما دعوت میکنم به اخبار این ساعت از تلویزیون ملی ایران توجه بفرمایید. با درود به شما خانم. همچنین درود به شما و بینندگان ارجمند تلویزیون ملی ایران، از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه فرمایید. بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به خبرهایی از ایران توجه بفرمایید. دمیر کمیسیون اصل 90 مجلس ایران میگوید که اگر رئیس جمهوری دو کارت زرد بگیرد استیضاح میشود. فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبر آنلاین گفت رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است. اگر نمایندگان رأی مثبت به گزارش کمیسیون اصل 90 بدهند، یک کارت زرد دیگر هم می‌گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد. به گفته آقای موسوی، بر اساس تبصره ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس، اگر تخلفات دولت یا وزرا را مجلس وارد بداند، به منزله ارائه یک کارت زرد است و اگر این موارد به سه مورد برسد، فرد متخلف در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت. 5 اسفند سال گذشته 12 نماینده مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 خواستار بررسی تخلفات دولت شدند. آقای موسوی با بیان اینکه گزارش 12 نماینده مجلس با تأخیر 2 دهه از هیئت رئیسه به کمیسیون اصل 90 تحویل داده شد، گفت که در اوایل هفته گذشته نامه‌ای از سوی کمیسیون اصل 90 برای رئیس جمهوری فرستاده شد تا ضمن اطلاع از موارد تخلف به آنها جواب دهد. یک کمیسیون مجلس ایران با صدور بیانیه‌ای خواسته های خود در مورد نحوه واکنش وزارت خارجه به تحولات منطقه‌ای را تشریح کرده است. پایگاه خبررسانی مجلس متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرده که در آن ضمن بررسی تحولات جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، به خصوص در بحرین، یمن، لیبی و مصر، پیشنهادهایی در مورد نحوه برخورد وزارت خارجه با این تحولات مطرح شده است. این بیانیه با تکرار ارزیابی رسمی جمهوری اسلامی از تحولات اخیر در بعضی کشورهای منطقه، تظاهرات مخالفان حکومت این کشورها را حرکت‌های مردمی اسلامی و ضد استکباری نام داده و افزوده است که نخستین نتایج آن برهم خوردن توانی‌های پشت پرده برخی حکام وابسته به قدرت‌های خارجی بوده است. از زمان آغاز اعتراضات مردمی در کشورهای منطقه که جوانان نقش عمده‌ای را در آنها ایفا کردند، مقامات جمهوری اسلامی اظهار داشتند که این اعتراضات از انقلاب اسلامی ایران در 30 سال پیش الهام گرفته و استقرار حکومت‌های اسلامی در این کشورها را دنبال می‌کنند. همزمان برخی از فعالان سیاسی در این کشورها، از جمله افراد وابسته به گروه‌های اسلامگرا، هدف این حرکت‌ها را دستیابی به دموکراسی دانستند و بعضی از کارشناسان نیز گفتند که روش‌های به کار گرفته شده توسط معترضان، به خصوص استفاده از ارتباطات اینترنتی، به شیوه‌هایی شباهت دارد که در جریان اعتراضات علیه نتایج انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری در ایران به کار می‌رفته است. رئیس انرژی اتمی امروز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور ایران قصد دارد 20% از فعالیت اتمی خود را از سایت نطنز به فردو در نزدیکی قم منتقل کند. فریدون عباسی دوانی در یک گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد که ایران همچنین قصد دارد میزان فعالیت غنی‌سازی در سایت فردو را 30% افزایش دهد. او گفت امسال تحت نظارت آژانس غنی‌سازی 20% را از سایت نطنز به سایت فردو منتقل می‌کنیم و توان آن را به 3 برابر افزایش می‌دهیم و این جواب پاسخی بود که آژانس طلب می‌کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی اسلامی این خبر را در واکنش به گزارش اخیر آمانه او رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت اتمی ایران اعلام کرده است و گفت پاسخ آمانه را به صورت کارشناسانه در حوزه هسته‌ای خواهیم داد. فعالیت اتمی ایران در سایت فردو برای اولین بار در سال 2009 افشا شد و تصاویر ماهواره‌ای متعددی از این سایت منتشر شد. عباسی دوانی گفت غنی‌سازی 20% در سایت نتنز متوقف نمی شود تا اینکه با نظرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطمئن شویم که در سایت فردو دو برابر وضع کنونی تولید می کنیم. نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفتی اوپک در حالی در وین به پایان رسید که نمایندگان این کشورها در مورد افزایش سطح تولید نفت به توافق نرسیدند. دبیر کل اوپک امروز چهارشنبه ضمن تایید این خبر اعلام کرد که فعلا تولید نفت خام توسط کشورهای عضو در سطح پیشین باقی خواهد ماند. از اجلاس اخیر اوپک که 159مین نشست این سازمان در طول 50 سال فعالیت آن به حساب می آید، به عنوان یکی از مهمترین گرد همایی های سالهای اخیر اوپک یاد می شود. عربستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت برای کمک به کشورهای وارد کننده نفت که به دلیل قیمت بالای آن با دشواری های بسیاری روبرو بودن پیشنهاد کرده بودند که سطح تولید نفت اوپک تا سقف 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. اما ایران، الجزایر و عراق از جمله کشورهایی هستند که با افزایش سطح تولید تنها بین 700 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز موافق بودند تا از این راه بر تثبیت قیمت نفت خام خود کنترل بیشتری داشته باشند. تنها لحظاتی پس از انتشار خبر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کشورهای عضو اوپک برای افزایش سطح تولید نفت، قیمت نفت خام دریای شمال و نفت خام آمریکا افزایش یافته است. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی گفت که سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد تا هنگامی که روندها و روشها عوض نشده و رهبران جنبش در زندان هستند و اجازه فعالیت آزادانه ندارند بی‌معناست. وی در مصاحبه با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تأکید کرد که رهبران جنبش سبز هرگز بر سر منافع مردم و منافع ملی معامله نکرده و نخواهند کرد. مصاحبه آقای امیر ارجمند با سایت کلمه در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد صورت گرفته و این در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به رهبران مخالفان دولت دو روز پیش با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در این روز شده است. امیر ارجمند 22 خرداد امسال را آزمونی دانسته که نشان خواهد داد آیا حکومت معترضانی را که خواسته های خود را به مسالمت آمیزترین شکل ممکن نشان می‌دهند تحمل می‌کند یا نه. مسئولان حکومت ایران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم را هدایت شده از سوی دشمنان خارجی جمهوری اسلامی دانسته و در دو سال گذشته اجازه برگزاری راهپیمایی‌های خیابانی را به معترضان ندادند. سایت وابسته به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد نوشت که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 34 میلیون رای خواهد آورد. این در حالی است که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر فرد می‌تواند تنها دو دوره پیاپی رئیس جمهور شود. احمدی نژاد هم اینک دومین دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد. سایت هفته صبح خطاب به اصولگرایان نوشت آقای احمدی نژاد در سال 84 برای مردم ناشناخته بود و توانست با 5 میلیون رای هاشمی را کنار بزند، ولیکن در سال 88 که مردم بهتر ایشان را شناختند 24 میلیون رای آورد.
اگر در سال 92 امکان شرکت وی در انتخابات میسر شود و شما هم از ایشان طرفداری نکنید، مطمئن باشید که 34 میلیون رای را خواهد آورد. چندی پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبانان قانون اساسی اعلام کرده بود تا زنده است اجازه نخواهد داد صلاحیت مشایی در انتخابات تایید شود. تنها راه برای نامزدی احمدی نژاد در دور آینده انتخابات تغییر قانون اساسی می باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از صدور حکم ناعادلانه برای وبلاگ نویسان ایرانی بدون طی شده روند معمول قانونی، خواستار آزادی فوری تمام وبلاگ نویسان زندانی شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که منتشر کرده از جمله به صدور حکم 20 سال حبس برای سخی ریگی وبلاگ نویس بلوچ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اشاره کرده و افزوده است که این حکم بلند مدت ترین حکم حبسی است که تاکنون از سوی دادگاه انقلاب برای یک وبلاگ نویس صادر شده است. به نوشته این سازمان، سخی ریگی 28 خرداد ماه 1388 دستگیر شد و یکی از دلایل این بازداشت تشابه اسمی وی با عبدالمالک ریگی رهبر اعدام شده جندالله بوده است. به نوشته این سازمان، وحید اصغری 25 ساله در سال 1387 حین سفر به ایران دستگیر شده است. و اما روزنامه گاردین زیر عنوان اذعان رئیس جمهوری ایران به اختلاف با چهره‌های سرشناس و ارشد اسلامی کشور و با این تیتر که محمود احمدی نژاد میگوید وی در نقطه مقابل کسانی قرار دارد که او را به انحراف از انقلاب متهم کردن می‌نویسد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار اذعان کرده است که میان او و بعضی از عالی مقام ترین چهره‌های سرشناس رژیم اسلامی اختلاف افتاده است. رئیس جمهوری در نخستین کنفرانس خبری خود پس از علنی شدن مبارزه قدرت میان وی و آیت الله علی خامنه ای گفت روش دولت کاملا روشن است، اما با روش دولت‌های گذشته زاویه 180 درجه‌ای دارد و یا اینکه در نقطه مقابل آنهاست. مقامات ارشد در سپاه قدرتمند پاسداران انقلاب و بعضی از روحانیون سرشناس کشور که پیشتر از احمدی نژاد حمایت می‌کردند، اکنون خود را از او دور نگاه می‌دارند. آنهایی که در اردوگاه او باقی ماندند با اتهامات جادوگری، انحراف و حتی جاسوسی مواجهند و بعضی از دستیاران ریاست جمهوری نیز بازداشت شدند. گزارش ها از استان لرستان هاکی است که در پی نشت نفت در حوادث منطقه حوالی پل دختر، روستاییان منطقه نسبت به تداوم آلودگی منابع طبیعی منطقه دست به اعتراض زدند. اعتراض ساکنان روستاهای منطقه پل دختر در واکنش به حادثه اخیر نشت نفت از تلمبه خاره و خطوط انتقال نفت تنگ فنی است که آلودگی بیشتر آب آشامیدنی و کشاورزی زمینهای منطقه را به دنبال داشته است. حادثه نفتی در تلمبه خانه و خطوط انتقال نفت تنگ فنی تازه ترین فاجعه زیست محیطی منطقه است که آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و چشمه‌ها منبع آب آشامیدنی بسیاری از روستاهای منطقه و همچنین زمین‌های کشاورزی را در پی داشته است. حادثه‌ای که به گفته روستاییان منطقه طی 15 سال اخیر پیاپی تکرار شده است. وزارت نفت مسئول اصلی این حوادث تاکنون اقدامی برای پاکسازی آلودگی نفت منابع طبیعی انجام نداده است. روستاییان مناطق آسیب دیده ناشی از این فاجعه زیست محیطی میگویند که وزارت نفت نه تنها تعهدات 2 سال پیش خود مبنی بر تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر را اجرا نکرده، بلکه همچنان شاهد تکرار حوادث نشت نفت از آن زمان تا کنون بوده است. در پی اعلام خبر کشته شدن یکی از اعضای حزب کموله کردستان ایران و زخمی شدن 3 عضو دیگر در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در استان کردستان ایران، حزب کموله کردستان ایران اعلام کرده است که این افراد هیچ ارتباطی با این حزب نداشتند.
دبیرخانه حزب کمله در اطلاعیه‌ای هر گونه انتساب این رویداد و افراد نامبرده به حزب کمله کردستان ایران را رد کرده و هر نوع دخالت و ارتباط این حزب و یا شخص عبدالله مهتدی دبیر کل کمله را در این خصوص قویاً تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود رضا شرف بیانی، فرمانده سپاه پاسداران کامیاران گفت که پس از کشته شدن یکی از بسیجیان فعال اهل روستای اندیمن در برابر خانه‌اش، نیروهای سپاه پاسداران عملیات شناسایی عاملان را آغاز کردند که به درگیری آنان با یک گروه 5 نفره مواجه شد. حزب کمله ضمن جعلی خواندن انتصاب این افراد به این حزب گفته است که اطلاعات ایران برای اذهان عمومی و در راستای زمین سازی برای توطئه‌های سرکوبگرانه و امنیتی رژیم علیه مردم کردستان و فعالان سیاسی و مدنی و نیز علیه حزب کمله کردستان ایران به نشر این اکاذیب می‌پردازد. مرکز آمار ایران در اقدامی کم سابقه در سالهای اخیر گزارش خود را درباره نرخ تورم در این کشور را به شکل عمومی منتشر کرده است. گزارش های منتشر شده مرکز آمار ایران با آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفاوت هایی دارد. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی 16.7% است، در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم در همین ماه را 14.2% اعلام کرده است. با این همه نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران از فروردین سال گذشته تا آبان ماه همان سال نسبت به عدد اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر است، اما از ماه آذر به بعد گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم بیش از رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. اگرچه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی از آذر سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری خورشیدی 13.2% است، اما نرخ اعلامی مرکز آمار 15.3% است که بیش از 2% تفاوت با گزارش بانک مرکزی است. پس از اجرای قانون حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرده است و برآورده ها نشان می دهد که در ماه های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. در پی افزایش ذرات معلق در هوای ایران، تفاهم نامه همکاری در زمینه مهار ریزگردها بین ایران و عراق به امضا رسید. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست، در نشست دو جانبه ایران و عراق در تهران با اعلام این خبر افزود این سند برای تثبیت 1,000,000 هکتار از کانونهای تولید ریزگرد در عراق امضا شده است و اجرای این طرح نیازمند بودجه معادل 1,200,000,000 دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدی زاده با اشاره به اینکه هیئت‌های عربی و ایرانی چندین بار برای بررسی این کانون‌های بحرانی به ایران و عراق سفر کردند، اعلام کرد که در هفته آینده 30 نفر از کارشناسان عراقی برای آموزش در زمینه مهار ریزگردها به ایران می‌آیند. رئیس سازمان محیط زیست از همکاری مشابه برای مهار ریزگردها و تثبیت حدود 500,000 هکتار از این کانون‌های بحرانساز در سوریه نیز خبر داد. به گفته آقای محمدی زاده، مذاکراتی نیز با اردن و رایزنی‌های اولیه با عربستان و کویت برای مهار این زمین‌ها در جنوب شرق کشور نیز صورت گرفته است. رئیس جمهور اسلامی از اعضای فدراسیون جهانی فوتبال که به دلیل ممنوعیت روسری که از شرکت تیم فوتبال زنان ایران در مسابقات انتخاباتی المپیک جلوگیری کردند، دیکتاتور نامید. محمود احمدی‌نژاد در یک کنفرانس خبری در تهران گفت وی از مسئولان ورزش کشور خواسته است موضوع را با فیفا دنبال کنند. روز جمعه فیفا مسابقه انتخابی سال 2010 بین اردن و ایران را لغو کرد، زیرا مقام های جمهوری اسلامی اجازه ندادند تیم زنان ایران بدون روسری بازی کنند. فیفا از تخمیم خود دفاع کرد و گفت مقام های ایرانی پیش از مسابقه روز جمعه کاملا از ممنوعیت آگاه شده بودند. فدراسیون جهانی فوتبال در سال 2007 حجاب را به دلایل ایمنی ممنوع ساخت.
در بازی‌های المپیک جوانان در سال 2010 تیم دختران ایران با پوشاندن موهای خود با کلاهایی که برای آنها طرح شده بود ممنوعیت را دور زدند. رسانه‌های ایران میگویند که رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای برای رئیس فیفا خواسته است که مسابقه لغو شده را در زمان دیگری برگزار کند. L'article 4 du règlement de la FIFA prévoit qu'il faut éviter les signes politiques ou religieux. Notre tenue n'est ni religieuse ni politique et elle ne risque pas de... اداره املاک و اراضی استان قدس رضوی یک نقاشی دیواری در شهر مشهد با موضوع شاهنامه فردوسی را که بلندترین نقاشی دیواری در ایران به شمار می‌رفت به طور کامل پاک کرد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش کرد که نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد شبانه به طور کامل از سوی اداره املاک و اراضی استان قدس رضوی پاک شده است. بر اساس عکس‌های منتشر شده در خبرگزاری مهر، پس از محو کامل این اثر بر روی این دیوار نوشته شده است که ملک مزبور موقوف امام رضاست. به نوشته خبرگزاری مهر، طول این اثر هنری 5000 متر مربع بوده است. با این حال هادی مظفری مدیر هنری شهرداری مشهد میگوید نقاشی دیواری شاهنامه 2200 متر مربع و بلندترین نقاشی دیواری در سطح کشور بوده است. آقای مظفری ضمن ابراز تأسف شدید از محو این اثر تاکید کرد که برای خلق این نقاشی که حاصل کار یک تیم هنری از هنرمندان شهر مشهد بود بیش از 45 میلیون تومان بودجه مصرف شده است. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود خبرهای از داخل ایران. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر به خبرهای خارجی توجه بفرمایید. بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به خبرهای از سایر کشورهای جهان توجه بفرمایید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با سلمان بن احمد آل خلیفه ولیعهد بحرین برای انجام گفتگوهای آشتی ملی و احترام به حقوق شهروندان بحرین تاکید کرده است. ولیعهد بحرین که همکنون در واشنگتن به سر میبرد با مقامهای ارشد آمریکایی از جمله تام دانیلان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده و باراک اوباما دیدار کرده است. کاخ سفید با صدور بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما در دیدارش با سلمان بن احمد آل خلیفه از برنامه دولت بحرین برای گفتگو با مخالفان حمایت کرد و گفته است که هم مخالفان و هم دولت باید مصلحت کنند تا آینده عادلانه‌ای برای تمام مردم بحرین رقم زده شود. از ماه مارس که حکومت بحرین از کشورهای همسایه خود عمدتاً عربستان و امارات متحده عربی برای سرکوب معترضان کمک نظامی گرفت، صدها تن از مخالفان دولت بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 نفر در تظاهرات ضد دولتی ماه‌های اخیر در بحرین کشته شدند و 4 نفر هم در حالی که در بازداشت پلیس بودند جان دادند. عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین میگوید که گفتگوی ملی در مورد اصلاحات در این کشور در ماه جولای آغاز خواهد شد. با این وجود محاکمه ده‌ها پزشک و پرستار که معترضان مجروح را مداوا کرده بودند به اتهام تلاش برای براندازی نظام سلطنتی این کشور آغاز شده است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هشدار داده است که افغانستان پس از خروج سربازان خارجی از این کشور در سال 2014 میلادی ممکن است با بحران شدید مالی روبرو شود. تهیه این گزارش از سوی اکثریت اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 2 سال زمان برده است.
در این گزارش به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده است که برای جلوگیری از بروز بحران مالی پس از سال 2014 در افغانستان شیوه و نحوه مصرف کمک‌ها به این کشور را بهبود ببخشد. در این گزارش تاکید شده است که سوء مصرف پول‌های کمکی به افغانستان می‌تواند منجر به ایجاد فساد شده و از توانایی افغانستان برای کنترل منابع اقتصادی و مصرف آن بکاهد. وزارت مالی افغانستان نیز پذیرفته است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان می‌تواند به اقتصاد داخلی این کشور ضربه بزند. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت که در حال حاضر بخش زیادی از تولیدات افغانستان از سوی نیروهای خارجی خریداری و مصرف می‌شود که در صورت خروج این نیروها تولیدات افغانستان در بازار را از دست خواهد داد. با این حال آقای شمس تاکید کرد که افغانستان در نظر دارد تا 3 سال دیگر که به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده بازار دیگری برای فروش تولیدات داخلی این کشور جستجو کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه امروز چهارشنبه نزدیک به 122 تن از مردم شهرک جسرالشغور با شنیدن خبر حرکت ارتش سوریه به سوی آن شهرک خانه و کاشانه خود را رها کرده و با عبور از مرز وارد ترکیه شدند. به گزارش این خبرگزاری پناهندگان سوری در اردوگاه‌هایی که برای فراریان از درگیری‌ها و سرکوب نیروهای امنیتی در آستانه این شهر در نظر گرفته شده اسکان داده شدند. برخی از این افراد در گفتگو با خبرگزاری‌ها از خشونت مفرط نیروهای امنیتی سوریه خبر دادند. تعداد زیادی کودک و سالمند در میان این پناهجویان مشاهده می‌شد. این در حالی است که دو کشور فرانسه و انگلیس که از طریق سازمان ملل علیه قذافی وارد جنگ شدند، همکنون تلاش دارند تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل مجازاتی را علیه بشار اسد اعمال کنند. اما روسیه همچنان به شدت با این طرح مخالفت می‌کند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز سه‌شنبه از استعفای خانم شکور سفیر سوریه در پاریس خبر داد، ولی ساعتی پس از پخش این خبر خانم شکور در تماس تلفنی این خبر را تکذیب کرد. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد نوشت که احتمالاً خانم شکور در اعتراض به کشتار بی‌رحمانه مردم سوریه در شهرک جسرالشغور تصمیم به استعفا گرفته است. منابع مخالفان در سوریه تصاویری را از تعدادی از سربازان ارتش سوریه منتشر کردند که در آن عناصر امنیتی در کنار اجساد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی اسلحه و مهمات جنگی جاسازی می کنند تا ادعای مبارزه با گروه های مسلح را تقویت کنند. دولت سوریه تظاهرات معترضان را با اسلحه سنگین از جمله تانک و مسلسل سرکوب کرده و بارها اعلام کرده است که با گروه های مسلح مبارزه می کند. مخالفان اما می گویند به صورت مسالمت آمیز خواستار برقراری دموکراسی و آزادی های مدنی هستند. در تظاهرات روزهای اخیر در سوریه بارها شعار سلمیه سلمیه به معنی مسالمت آمیز سرداده شده تا بر مسالمت آمیز بودن اعتراضها تاکید شود. در اعتراضهای جاری در این کشور تا کنون بیش از 1000 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه هفته گذشته همزمان با برگزاری کنفرانس مخالفان در آنتالیای ترکیه عفو عمومی صادر کرد، اما مخالفان نسبت به این موضع ابراز تردید کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است که کشور از مرز خود را به روی پناهجویان سوری که از ناآرامی ها در این کشور فرار می کنند نخواهد بست. تا کنون صدها نفر از مردم از مرز عبور کرده و وارد خاک ترکیه شدند. آقای اردوغان گفت که کشورش تحولات سوریه را با حساسیت دنبال می کند. نخست وزیر ترکیه از بشار اسد جمهور سوریه خواسته است تا اصلاحات مد نظر مردم را به اجرا در بیاورد. خبرنگار بی بی سی در مرز ترکیه و سوریه میگوید که آمبولانس های ترکیه طی روزهای گذشته وارد سوریه شدند و با مجروحان و زخمی شدگان تظاهرات ضد دولتی به ترکیه بازگشتند. همچنین اضافه میکنند که در سوریه گروهی از مردم که مایل به خروج از کشورشان نیستند در چند صد متری مرز با ترکیه اردوگاه های موقتی برای اقامت خود درست کردند.
این افراد میترسن که نیروهای امنیتی به خانه هایشان حمله کنند. برخی از پناهجویانی که وارد ترکیه شدن میگویند که دلیل فرار آنها احتمال حمله ارتش به شهرک جسرالشوقور دارد. وزیر نفت و معادن یمن اعلام کرد که 3 میلیون بشکه نفت به مردم یمن هدیه خواهد داد. امیر سالم گفت این اقدام به هدف کمک به اقتصاد ملی یمن و همکاری برای رفع نیازهای هموطنان و کاهش مشکلات آنها به دلیل کاهش چشمگیر تولید فرآورده های نفتی پس از وقوع بحران جاری صورت گرفته است. او افزود اولین محموله نفت در آینده نزدیک وارد یمن خواهد شد و به وسیله کشتی از بندر ینبر به بندر عدن منتقل خواهد شد تا پس از پالایش در تأسیسات نفتی عدن که از 1.5 ماه گذشته فعالیت خود را متوقف کرده است برای مصرف عرضه شود. وزیر نفت یمن اظهار امیدواری کرده است تا پالایش این مقدار نفت بدون هیچ مشکلی به پایان برسد تا پس از ترمیم لوله نفت مارب که اخیراً منفجر شده است نیاز هموطنان برطرف شود. و همچنین گفت ملک عبدالله در آوریل گذشته در یک اقدام انسان دوستانه دستور مقدار مشخص گاز طبیعی برای مصرف منازل شهروندان در استانهای مختلف یمن را صادر کرده است. وزیر نفت یمن اعلام کرد هدیه اخیر پادشاه سعودی کمک فراوانی به حل بحران اساسی این کشور نیز خواهد بود. شیخ سعید مخلافی، شیخ قبایل شهر تعز در یمن، اعلام کرد که مخالفان مسلح دولت علی عبدالله صالح پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی توانستند که شهر تعز را تحت کنترل خود در بیارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک منبع نظامی، در درگیری میان نیروهای دولتی و القاعده در شهر زنجار یمن 15 تن جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که بریتانیا 2 کشتی نظامی به سواحل یمن فرستاده است. وزارت دفاع بریتانیا توضیحی در مورد مأموریت این 2 کشتی در یمن نداده است. بر اساس گزارش منابع خبری 80 سرباز مسلح در کشتی ویکتوریای 4 مستقر هستند. کارشناسان نظامی میگویند به نظر میرسد که مأموریت این 2 کشتی منتقل کردن شهروندان بریتانیایی از یمن به کشور خودشان میباشند. حمله هواپیماهای جنگی ناتو شب هنگام ترابلوس پایتخت لیبی را لرزاند. حمله ها پیش از آن که وزیران دفاع اتحادیه ارزیابی کمپین نظامی را علیه نیروهای وفادار به قذافی آغاز کنند صورت گرفته است. دبیر کل ناتو میگوید وی انتظار دارد در جلسه امروز چهارشنبه در بروکسل درباره آمادگی برای آینده لیبی بدون قذافی بحث شود. ناتو که روز سه‌شنبه به حملات هوایی گسترده علیه ترابلوس دست زد، بر اساس مأموریت سازمان ملل متحد عمل می‌کند که می‌خواهد برای حفاظت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی از حمله نیروهای قذافی تمام اقدامات لازم غیر از اشغال کشور را نیز انجام دهد. در این میان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه برای گفتگو با رهبران مخالف وارد بنغازی شد. گزارش می‌رسد او قبلا در ترابلوس با مقام‌های دولت قذافی مذاکره کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در جلسه گروه 22 کشوری تماس با لیبی در روز پنجشنبه به امارات متحده عربی می رود. چگونگی کمک به رزمندگان مخالف قذافی از جمله مسائلی است که قرار است درباره آن بحث و گفتگو شود. در بروکسل مقر ناتو، وکلای دختر معمر قذافی یک شکوایه جنایات جنگی علیه اتحادیه به دادگاه ارائه دادند. در شکوایه عایشه قذافی ناتو را به بمباران یک هدف غیر نظامی در ترابلوس در اواخر آوریل متهم می کند. مقام های لیبی می گویند در آن حمله یکی از پسران قذافی و 3 نوه او کشته شدند. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی اعلام کرد که هرگز تسلیم نخواهد شد و زنده یا مرده در لیبی باقی خواهد ماند.
این پیام دقایقی پس از هجوم تشدید نیروهای ناتو علیه مقر وی در مجتمع باب العزیزه در طرابلس پایتخت لیبی از تلویزیون دولتی پخش شد. وی تاکید کرد که در برابر این هجوم ها شکست نخواهد خورد و ترجیح می دهد بمیرد اما تسلیم نشد. معمر قذافی در پیام خود افسود: هرگز تسلیم نمی شویم. شما نمی توانید ملت مسلحی را شکست دهید. تمام مردم لیبی علیه شما خواهند جنگید و زیر هر درختی یک فدایی مبارز خواهید دید. وی خطاب به مردم لیبی گفت: به پیش علیه دشمن در غرب و شرق. بمب‌های ناتو در چند متری من سقوط کرد ولی مطمئن هستم که جان من دست خداست و از مرگ هراسی ندارم. جنگنده های ناتو در 3 روز گذشته دست کم 20 هدف را در مقر رهبر لیبی و اطراف آن بمباران کردند. این در حالی است که باراک اوباما در واشنگتن اعلام کرده است که آمریکا و کشورهای اروپایی به گزینه کنارگیری قذافی از قدرت نزدیک شدند. وزرای دفاع ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل تشکیل جلسه دادند تا نتیجه 2 ماه حملات هوایی این سازمان به لیبی را بازنگری کنند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات خود علیه نیروهای هوادار سرهنگ قذافی را در روزهای گذشته تشدید کرده است. یک گروه القاعده مسئولیت بمب‌گذاری‌های اخیر در شهر تکریت در شمال عراق را که دست کم 24 کشته بر جای گذاشت پذیرفت. مقام‌های عراقی می‌گویند در بمب‌گذاری‌های ظاهراً هماهنگ دست کم 21 تن کشته شدند. بیشتر قربانیان نمازگزارانی بودند که از یک مسجد متعلق به سنی‌ها خارج می‌شدند. چند ساعت بعد یک بمب‌گذار انتحاری بمبی را در بیمارستان اصلی تکریت که بسیاری از قربانیان نخستین انفجار به آنجا برده شده بودند منفجر کرد. انفجار یک بمب کارگزاری شده در یک خودرو در خارج از یک مجتمع دولتی در تکریت دست کم 13 تن از جمله یک سرهنگ ارتش عراقی را نیز کشت. همچنین 5 سرباز آمریکایی در حمله‌ای در بغداد کشته شدند. اما القاعده در بیانیه خود به این حمله اشاره‌ای نکرده است. حملات در حالی روی می‌دهد که آمریکا حضور نظامی خود را در عراق کاهش می‌دهد و قرار است تا پایان سال جاری از کشور خارج شود. نفر دوم در سلسله مراتب فرماندهی القاعده در پیامی از اسامه بن لادن تجلیل کرد. ایمان الظواهری در یک ویدیوی 28 دقیقه‌ای که در وبسایت‌های القاعده منتشر شده گفت: بن لادن زمانی که زنده بود آمریکا را به وحشت انداخت و پس از مرگ هم چنین خواهد کرد. الظواهری همچنین از دفن بن لادن در دریا انتقاد کرد. رهبران پاکستان را خائن نامید و از مردم و کشور خواست علیه آنان بپاخیزند. الظواهری که گفته می شود در جایی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان پنهان شده، همچنین مسلمانان سراسر جهان را تشویق کرد به جهاد بن لادن علیه غرب همچنان ادامه دهند. روسیه و ناتو برای اولین بار در زمینه مبارزه با تروریسم تمرین‌های مشترکی انجام دادهاند. نخستین همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه در این زمینه با یک هواپیمای لهستانی به عنوان یک هواپیمای ربوده شده و جنگنده‌های روس انجام شد. مانورها قرار است برنامه شورای همکاری هوافضای ناتو روسیه را مورد آزمایش قرار دهد که هدف آن جلوگیری از هواپیما ربایی‌های نظیر آنچه در 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست می باشد. تمرین‌های مشترک ناتو و روسیه از مراکزی در ورشو و مسکو هدایت می شود. And the agreed procedures, Warsaw and Moscow have already coordinated a response. Soon, Russian Su-27s are taking over the interception of the Renegade aircraft. The next 3 minutes will be long. جولیا گیلیارد، نخست وزیر استرالیا، میگوید که مرگ اخیر 4 سرباز استرالیایی در افغانستان کشورش را از ادامه حمایت از جنگ علیه طالبان و القاعده باز نخواهد داشت.
گیلارد هنگامی که وی و فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا مرگ یک سرباز 23 ساله را در جریان نبرد در ایالت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کرد، از حضور کشورش در آنجا دفاع کرد. این سرباز چهارمین سرباز استرالیایی است که در دو هفته گذشته کشته می شود. با مرگ وی شمار تلفات استرالیا در جنگ 10 ساله افغانستان به 27 تن افزایش یافت. جولیا گیلارد به خبرنگاران گفته است که او نمیتواند به مردم استرالیا قول دهد که روزهای سختری در پیش نخواهد بود، اما تاکید کرد آنچه در افغانستان میگذرد یک جنگ بی پایان و بی هدف نیست. شمار سربازان استرالیا در افغانستان حدود 1550 نفر است و نیروهای افغان را برای بر عهده گرفتن مسئولیت های امنیتی پس از خروج قوای ناتو در سال 2014 آموزش نظامی خواهند داد. پروازها در چندین کشور آمریکای جنوبی که در اثر ابرهای خاکستر برخواسته از یک رشته کوه آتشفشانی در شیلی مختل شده بود، از سر گرفته شده است. رشته کوههای آتشفشانی واقع در حدود 800 کیلومتری جنوب سانتیاگو از روز جمعه شروع به فوران کرد. مقام‌های هوانوردی گفتند حدود 60 پرواز داخلی و بین‌المللی لغو شده است. خبرگزاری اسپانیا گزارش داد که پروازها از سانتیاگو به شهرهای مختلف آرژانتین و برزیل توسط خطوط هوایی لن شیلی و خطوط هوایی تم برزیل به تأخیر یا لغو افتاده است. نامه‌ای که نشان می‌دهد احساسات ضد یهودی آدولف هیتلر رهبر آلمان نازیست برای اولین بار در نیویورک به معرض دید عمومی قرار گرفته است. گفته می شود که جناب آدولف هیتلر این نامه را در دوران جوانی و سالهای قبل از آن که به قدرت برسد نوشته است. این نامه 4 صفحه‌ای در سال 1919 میلادی نوشته شده و در آن هیتلر خواستار محو کامل یهودیان از جامعه شده است. این نامه توسط مرکز سیمون وایزنتال در لس آنجلس به نمایش گذاشته شد. از این نامه که هیتلر به عنوان سرباز 30 ساله آن را نوشته، به عنوان سند تاریخی مهم آن دوره یاد شده است. به گفته خبرنگاران این نامه از این جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد که چگونه عقاید و افکار رهبر آینده آلمان نازی در مراحل جوانی زندگی او شکل گرفته است. این سند همچنین نشان می‌دهد که هیتلر 2 دهه قبل از وقوع هولوکاست بر این باور بوده که یهودیان باید به طور کامل از جامعه محو شوند. هیتلر در این نامه نوشته است که با این شروع می‌کنم که یهودیان یقیناً یک گروه نژادی است، نه یک گروه مذهبی. هیتلر در این نامه یهودیت را گروهی نژادی دانسته، نه گروهی مذهبی. او در این نامه همچنین گفت نتیجه نهایی این است که یهودیان نژادی غیر آلبانی هستند با احساسات و عقاید مربوط به خود که در میان ما زندگی می کنند، اما در این حال از حقوق یکسانی همانند ما در جامعه برخوردار هستند. و اما در یک پیشرفت علمی امید بخش، گروهی از دانشمندان توانستند با استفاده از بند ناف جنین پیش از تولد راه درمانی را برای بیماری آلزایمر و گونه هایی از سرطان را دریابند. مطالعات و آزمایش های این محققان این حقیقت را روشن کرده است که می توان سلول های بنیادی را از خون موجود در بند ناف جنین پیش از تولد به دست آورد و با آنها بسیاری از بیماری های سبول علاج را درمان کرد. بیماری هایی که امید می رود با این روش درمان شوند غالبا از نوع بیماری هایی هستند که در سنین بالای عمر گریبانگیر انسان می شوند. جالب است بدانیم که در این روش خطر پس زدن عضو یا جزء خارجی از سوی بدن بیمار تقریبا منتفی است. دانشمندان در این روش لحظاتی پیش از زایمان از رگ‌های بند ناف نوزاد حدود 80 میلی لیتر خون می‌گیرند، سپس این خون را در محفظه‌های نگه می‌دارند که می‌توانند آن را تا 24 ساعت قابل استفاده نگاه دارند. این نخستین بار است که سلول‌های بنیادی را با این روش تهیه می‌کنند. این راه درمان می‌تواند انقلابی در درمان آلزایمر و سرطان پدید آورد و می‌تواند برای پیرانی که از هر دو بیماری رنج می‌برند ایده‌آل باشد.
خدا رو شکر یک خبر مسرت بخش هم داشتیم امروز در خبرها. بسیار بسیار جالب و به نظر من بسیار خوب و عالی. بسیار هم خوب. اما برای اینکه بینندگان عزیزم در پایان خبر یک کمی تبسم بر لبانشون بیاریم و یک کمی خوشحالشون بکنیم و از این خبر جنگ و خونریزی به کنار بریم، خانم یک فستیوال شوی تابستانی 2012 در ریوی برزیل برگزار شده که خالی از لطف نیست که به اتفاق ببینیم، هم شما لذت ببرین هم بینندگان عزیز، تا از این جنگ و خونریزی مقدار فاصله بگیریم بریم به برزیل. تصاویر رو مقایسه بکنیم با تصاویری که مردم در سوریه و مصر دارن در میرن. نمیدونم چرا نمیشه که همیشه در دنیا صلح و آرامش باشه و آدم بتونه تصاویر زیبا رو فقط ببینه. حالا آقای رفیق داشتم فکر میکردم اینی که شما گفتی من تو ذهنم اومد که تفلک اون دختر خانمایی که با هزار و یک آرزو تحمل میکنن با اون ریخت و قیافه بیان توی فیفا بعد ردشون میکنه. بله. چقدر متفاوت. آره متا خب قبلا هم بهشون گفته بودن که نیاین، شما نمیتونید از این لباسا بپوشید، متا خب ما همیشه رومون زیاده. بینندگان عزیز تشکر میکنم از توجه شما به این قسمت از مجموعه خبر از تلویزیون ملی ایران، تشکر میکنم از واحد خبر اتاق فرمان و شما خانم امانی. و همچنین من از شما مرسی. با آرزوی ادامه روزی خوش برای همه شما هموطنان و همزبانان عزیزم، شما رو به خدای ایران میسپارم. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های NITV توجه بفرمایید.